بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. دو سه تا نکته عرض میکنم بعد سوژه های سخن رو میگم. اهل منبر اهل مدعی حیات توجه کنن، هدف از برگزاری جلسات مذهبی و هیئت ها تربیت یک انسان در واقع معتقد و باورمنده. خروجیش باید این باشه، یک نمایش نیست، یک همایش نیست، یک برنامه روتین و در واقع زمان بندی شده نیست. ما اگر بتواند خروجی این حیاتمون یک انسان تربیت یافته معتقد و باورمند و مقید باشه، این هیئت هیئت موفقی است. با توجه به این نکته چند تا مطلب رو عرض میکنم قبل از سوژه های سخن. یک، هیئت ها باید نوآوری داشته باشن، چه تو موضوعات سخنرانی، چه در سبک های مداحی، چه در شکل برگزاری. مثلا بخشی از سخنرانی ها به پرسش و پاسخ سپری بشه، یا شب قبل سوالات مخاطبین گرفته بشه و سخنران در همون محور صحبت کنه. نکته دوم، هیئت ها با قرآن باید انس داشته باشن. حتما قبل از مراسم باید 10 دقیقه قرآن خوانده بشه، اگر بشه همون آیاتی که موضوع سخنرانی اون شب و مدعی اون شب هست همونها قرائت بشه، آیاتی که امام حسین در مسیر خواندن قرائت بشه. نکته سوم، احکام در هیئت ها تعطیل نشه، مستقلا ولو 5 دقیقه ولو 2 تا مسئله افرادی دعوت بشن توی هیئت‌ها احکام شرعی بگن. نکته چهارم، مطالب به روز باشه. ما نمیتونیم، ما هیئت سکولار نداریم، حتما باید تذکر نسبت به مسائل روز، حجاب، عفاف، مباحث اقتصادی، بحث ولایت فقیه، امید، اینها باشه. و نکته پنجم که بسیار مهمه، این که در هیئت‌ها و جلساتی که برگزار میشه بینی و بین الله از نقل مطالب ضعیف، سست و موجب تمسخر پرهیز بشه. نقل خواب، حالا اصل خواب من قبول منکر نیستم، ولی خوابهای زیاد، روزه‌های دروغ، خدای نکرده تشبیهات نادرست، پرهیز بشه. شما میدانید الان بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای و بعضی از این شبکه‌های معانه تفریحشون شده تمسخر بعضی از منبری‌ها و مدعاها. مطالب متقن قوی حتما بر محور دانشنامه امام حسین که مرحوم آقای ری شهری تدوین کردن، سخنران‌ها و مدعاها حتما ممحض در همین دانشنامه بشن، بر همین اساس مطالعه کنن همه 14 جلدش رو دقیق، مخصوصا اون جلد شهادت نامه شو. اینها نکات کلی بود که راجع به حیات من داشتم. چشم و همچشمی، رقابت، سلیقه های شخصی ازش پرهیز بشه، تقویت هیئت های ضعیف، اینها خیلی مهمه. اگر هیئت رزمندگان در جای سخنران قوی داره مساجدم بده، یه شبش هم بره تو اون مسجد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.